بعد بوسیده شدن جناب طهمورث توسط عزرائیل خان، پسرش جمشید پادشاه میشه. جمشید یکم زیادی حکومت میکنه، یه 700 سالی تقریبا. یه نکته ای که این آقای جمشید داره اینه که همزمان با اینکه پادشاه هست، موبد یعنی روحانی هم هست. جمشید 50 سال اول همتشو میذاره برای ساخت اسلحه و کلاهخود و زره و برگستوان و خفتان و تیغ و گرز و کمند و خلاصه هرچی وسیله کشتار جمعیه و حسابی هم به شهرت میرسه. 50 سال بعدیو میذاره برای تولید پارچه و تار و پود و دوختن و بریدن و شستن و و و و و بعدش میگه خب 50 سال بعدیو چه خاکی به سرم کنم؟ میگه آها، مردمو میاد طبقه بندی میکنه. یه گروه کاتوزیان که همون آخوند خودمونه، یه گروه نیساریان که جنگجویان و لشکریانن، یه گروه بسودی که کشاورز و دامپرورن، یه گروه هم آهتوخوشی که صنعتگرن. جمشید که دوباره بیکار میشه، گیر میده به دیوها که پاشید از گل خشت و آجر تولید کنید و دیوار بسازید و طرح و نقشه و ساختمون و مهندسی و معماری رو هم گسترش میده. کاخ و خونه و گرمابه و از این چیزای خفن هم میسازه. بعد اینا میره رو مخش که بیفته دنبال سنگای قیمتی و یاقوت و بیجاده و طلا و نقره، و بعدش هم گیاهان معطر و دارویی و از طریق اونا گیاه درمانی و پزشکی و خلاصه از اینا میرسه به ساخت قایق و حرکت روی آب و رودخونه و از این داستانا دیگه. جمشید خان دستور میده تخت خوشگل با همین سنگای قیمتی براش درست کنن و بذارن زیر نور خورشید، قشنگ بازتابش بخوره تو چش و چال ملت و حال کنن باهاش. یه روز که از غذا روز اول بهارم بوده، جمع میشن دور تختش و جشن میگیرن و بزن و برقص. این روز میشه همون نوروز خودمون. این گونه است که 300 سالی از پادشاهیش در خوبی و خوشی و بیمرگی سپری میشه و مردم هم فرمان بردارشن. با سابسکرایب و زنگوله منو تو قسمت بعد همراهی کنید تا ببینیم این جمشید بزرگ 400 سال باقی رو چه گلی به سرش میگیره.